درود و وقت بخیر دوستان و همراهان عزیز با فصل دوم قسمت دوم جادوگری مدرن با هم هستیم برای انرژی دادن به من لایک کردن من فراموش نشه برای اینکه همدیگر گم نکنیم صفحه من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که شما اولین نفری باشین که هر ویدیوی میذارم ببینید ممنونم قدرت پشت جادو خوشبختانه شما واقعا به هیچ ابزار خاصی برای تمرین جادو نیاز ندارید بله جادوگران اغلب از ابزارهای مختلفی برای بهبود عملکرد جادویی خود استفاده می کنند بعدا در مورد آنها خواهید آموخت اما ابزارها منبع قدرت نیستند جادوگر است که منبع قدرت است حقیقت این است که جادو همه چیز در ذهن است بیشتر ابزارها فقط به شما کمک میکنن تا متمرکز بمانید. فکر کردن باعث میشود. در فیلم What Dreams May Come um, شخصیت بابازی رابین ویلیامز میمیرد و سپس در زندگی پس از مرگ از خواب بیدار میشود. این مکان به نظر میرسد بو میکند، مزه میکند و کم و بیش شبیه به دنیای واقعی است اما او به سرعت متوجه میشود. که در این مکان هر چیزی که فکر می کند یا می خواهد فوراً آشکار می شود همه اینها ساختاری از آگاهی است جادو به همین صورت عمل می کند آنچه شما فکر می کنید همان چیزی است که به دست می آورید تظاهرات ممکن است فوری نباشد یعنی بروزش ممکن است فوری نباشد اگرچه می تواند باشد اگر باور و نیت شما به اندازه کافی قوی باشد اگر شور و شو اشتیاق را به تلسم خود بیاورید و اگر بتوانید انرژی خود را به وضوح روی یک هدف خاص متمرکز کنید شانس خوبی برای دستیابی به آنچه میخواهید دارید دانستن اینکه دقیقا چه کاری را میخواهید انجام دهید و قصد خود را با وضوح مطلق بیان کنید هر زمان که یک تلسم را انجام میدهید ضروری است در غیر این صورت تلسم شما می نتیجه معکوس داشته باشد واقعیت این است که شما همیشه در حال جادوگری هستید چه متوجه شوید یا نه همانطور که بعدا اشاره شد قانون جذب بیان می کند که افکار احساسات و اعمال شما بر الگوهای انرژی اطراف شما تاثیر میگذارد و مهمترین ابزار در جادو افکار و احساسات شما هستند به همین دلیل مهم است که از قدرت جادوی خود با نیت روشن استفاده کنید تا بتوانید نتایجی را که واقعا می خواهید به دست آورید. زیربنای همه جادوها یک اصل ساده فیزیک است. برای هر عملی یک اکسال عمل و, غیر و یک عکس عمل غیر منتظره وجود دارد. پس چی برای هر عمل یک عکس عمل منتظر وجود دارد یک واکنش برابر و مخالف است به یاد دارید که در کامپیوتر بدهیات گاراژ داخل منزل زباله خارج از خانه جادو همینطور است اگر افکار و احساسات بد را در خود قرار دهید چیزهای بد را به شما برمیگرداند و بالعکس بنابراین مراقب باشید که چه چیزی میخواهید هر دانه‌ای بکارید همون رو حاصل میکنید حتی اگر ندونید و این ناخداگاه اتفاق بیفته کائنات مثل یک کودک دو ساله میمونه که هیچ درکی نداره فقط اکسپت میکنه همین که باشه اتفاق میفته آنچه شما باور دارید همان چیزی است که به دست خواهید آورد باور هستی جادو است بدون آن تنها چیزی که دارید کلمات و حرکات نور و غبار است چیزی جز قوغا و قوقا مانند جادوگر در جادوگر شگفتانگیز اوز که دروتی و همراهانش به عنوان یک مرد عاقل یا جادوگر پشت پرده به نمایش گذاشتند برای اونه که یادشون نیست دروتی شهر آز همونی هستش که یه گردواد میاد و خونه دروتی رو با دوروتی، خ... دروتی بلند میکنه میندازه روی جادوگر و اونا میگردن دنبال یک مردی که میتونه اونا رو نجات بده و به خونه برگردونه به یه سری از همراههایی توی اون مسیر پیدا میکنه که یکی قلب میخواست که شجاع باشه یکی مغز میخواست که فکر بکنه میتونید توی گوگل سرچ کنید و این انیمیشن رو ببینیم خیلی جالبه اما دقیقا منظور از باور چیست به اوز برگرد شیر به دنبال شجاعت بود زیرا معتقد بود ترسو است این باور بر زندگی و حاکم بود تا اینکه جادوگر به او اشاره کرد که واقعا چقدر شجاع است به خاطر شجاعت هایی که توی مسیر داشت اون رو یادآوری کرد شیر وقتی متوجه شد که در طول این مدت دارای چیزی بوده که بیشترین آرزویش را داشته تغییر اساسی در باورهایش در مورد خودش تجربه کرد این باور که او شجاعت ندارد چیزی بود که او را فلج کرد بسیاری از ما دقیقا مانند شیر ترسو هستیم ما اجازه می دهیم ترس شک و باورهای نادرست قدرت و توانایی ما را برای ایجاد آنچه در زندگی بیشتر آرزو داریم را محدود کنند بیایید بگوییم که شما فراوانی می خواهید برای شما این به معنای فراوانی مالی پول در بانک رهایی از نگرانی است که آیا چه که بعدی که می نویسید برگشتی دارد یا خیر با این حال برای اطرافیانتان زندگی شما به طرز باور نکردنی فراوانی به نظر می رسد شما خانواده دوست داشتنی دارید دوستان فوقالعاده و سلامتی دارید و خودتان سلامتی جسمی دارید گاهی اوقات تغییر در عمیق ترین باورهای ما اتفاق می زیرا کسی که به عقیدهش احترام می اشاره می کند که واقعا چیزی را داریم که می خواهیم. مواقع دیگر خودمان به همین نتیجه می رسیم. یک چیزی که می توانید رویان حساب کنید. وقتی باورهای شما تغییر کند شرایط زندگی شما نیز تغییر خواهد کرد وقتی جادو می کنید باید به خودتان و تواناییتان برای ایجاد نتیجه که می خواهید ایمان داشته باشید شک بر آتش خلاق شما آب می ریزد اگر شک دارید که می توانید به هدف خود برسید نمی توانید این درست است چه در حال انجام یک ورزش چه در حال انجام یک تلس باشید دوستان عزیز لا کردن این پست فراموش نشه تا بتونم انرژی بیشتری داشته باشم و بیشتر براتون بذارم پست و این کتاب رو تموم کنیم مبحثش رو ببندیم و بریم سراغ مبحث دیگه این هم از یک کتاب هست هم یک سری چیزایی رو عد کردم برای بیشتر واضح شدن بعضی از اصطلاحات برای دوستانی که این رو دوست دارن ولی اصطلاحاتش رو خیلی متوجه نمیشن بازم اگر سوالی داشتین برای من کامنت بذارین اینستاگرام من نوشته رها صمیمی 2020 خوشحال میشم باهاتون بیشتر ارتباط داشته باشم روز خوش پر انرژی و شاد باشید